سلام بچه ها، به ولاگ امروز خوش اومدین. از اونجایی که تو عنوان ویدیو دارین میبینین، قرار تولد یکی از دوستامو بهتون نشون بدم. ولی قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، میخوام بهتون بگم که روز قبلش چه اتفاقی افتاد. الان چند هفته است که یه قسمتی از شهرمونو دارن تعمیر میکنن، به خاطر همین ما هر یک شنبه از صبح تا شب برقمون میره و اینجا هوا خیلی گرمه و از اونجایی که مردم نمیتونن از کولر و پنکه روزای یک شنبه استفاده کنن، معمولا میرن بیرون یه جایی که هوا خنک‌تر باشه. یه روز قبل از اینکه این ولاگو بگیرم روز شنبه بود، یعنی قرار بود روز بعدش برقا بره. به خاطر همین یکی از همکلاسیام که تو شهر نزدیک اینجا استخر دارن توی گروه پیام داده بود و ما رو دعوت کرده بود که برای یک شنبه بریم اونجا و ما هم دقیقاً همین تصمیمو داشتیم. همزمان که داشتیم درباره این توی گروه حرف می‌زدیم، یکی دیگه از همکلاسیام بهم پیام داد و بهم گفت که روز بعد، یعنی امروز، تولدشه و میگفت که میخواست تمام همکلاسیامونو دعوت کنه، ولی چون دید که تو گروه داریم برای رفتن به استخر برنامه ریزی میکنیم، خجالت کشید و نمیخواست که ما برنامه‌مون به هم بریزه. بعد من بهش گفتم که نه، برو دعوت کن، آخه تولد و آدم سالی یه بار جشن میگیره، ولی هر وقت که دلت خواست میتونی بری استخر. ولی اون بازم گفت خجالت میکشه پیام بده تو گروه. به خاطر همین تصمیم گرفتم خودم دونه دونه به همکلاسیامون پی ام بدم که بیان تولد دوستم. البته قبل از اینکه به کسی پیام بدم، از خودش میپرسیدم که آیا میخواد اون شخص تو تولدش باشه یا نه، و خودش میگفت آره میخواد و میگفت که هرچی بیشتر بهتر. اون دوستم هم که قرار بود بریم استخرشون هم گفت ترجیح میده که بیا تولد. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. روز تولد کلا برای اکثر فیلیپینی‌ها یک روز خیلی مهم به حساب میاد و توی این روز با درست کردن غذاهای مختلف و شکرگزاری برای یک سال جدید از زندگیشون به همراه دوستا و فامیل جشن میگیرن. بر اساس تجربیات خودم و تولدایی که این چند سال اخیر رفتم، میتونم بگم که سه نوع جشن گرفتن اینجا خیلی رایجه. اولیش اینه که توی خونه جشن میگیرن و کلی غذای خوشمزه درست میکنن و خانواده و فامیل و دوستا هستن و حتی همسایه‌ها هم دعوت میکنن که بیان. اینجا راستش دعوت نامه دادن زیاد رایج نیست و حتی ممکنه شما مثلا دارین از جلوی خونه ای رد میشین و دارن تولد میگن، شاید حتی شما رو یهویی دعوت کنن بیاین تو. این به خاطر اینه که فیلیپینیا کلان خیلی آدمای دوستانه و صمیمی هستن. یه روش دیگه جشن گرفتن اینه که میرن استخر و غذا و همه چی و اینا رو میبرن اونجا و اونجا جشن میگیرن. و روش سوم که ما امروز هم انجام میدیم اتاق کاراوکه است. ولی باید بهتون بگم که فیلیپینی‌ها کلاً خیلی آواز خوندن رو دوست دارن و حتی وقتی تو خونه یا استخر تولد میگیرن، میتونن که یه تلویزیون برای کاراوکه کرایه کنن. همونطور که گفتم دعوتنامه دادن برای تولد اینجا زیاد مرسوم نیست، ولی یه استثنا داریم، اونم تولد 18 سالگی برای دخترها و تولد 21 سالگی برای پسراست. معمولاً برای این سنا تولدهای خیلی بزرگتری میگیرن. البته من دیدم دخترها بیشتر جشنشو میگیرن تا پسرها، و اینکه تو تولدهای دیگه زیاد مردم اهل کادو دادن نیستن و فقط تو این تولدهای بزرگه که معمولا کادو میدن. البته برای اونایی که تولد میگیرن اینجا، این که شما بیاین تولدشون رو باشون جشن بگیرین براشون از کادو گرفتن مهمتره. تو فیلیپین یه جوریه که اگه شما میخواین با دوستاتون دور هم جمع بشین و مثلا میگین فلان روز ساعت 8 صبح همدیگر رو ببینین که حالا مثلا پروژه انجام بدین یا کلن فقط با هم باشین، اون روز که میاد یکی ساعت 9 میرسه، یکی ساعت 10 و همینطوری همه دیر میرسن و کسی سر وقت نمیاد و این انقدر عادی شده که حتی بهش میگن فیلیپینو تایم، یعنی وقت فیلیپینی. و حتی تو دانشگاه هم وقتی داریم و میگن ساعت 4 اینجا باشین، معمولا ساعت 5:30-6 اینا شروع میشه. حالا برای تولد این دوستم هم گفته بودم که ساعت 11:30 همدیگر رو ببینیم که با همدیگه بریم توی آدرسش و یکی ساعت 12 اومد، یکی ساعت 1 اومد و حتی بعضی ها ساعت 2:30 اینا رسیدن.
اینجا دیگه اومدیم داخل اتاق کاراوکه و منتظر بودیم که بقیه هم بیان تو. جالبه بدونین که یکی از غذاهایی که معمولاً تو تولد و حتی جشنای دیگه درست میکنن اسمش هست پانسیت بیهون، که راستش اینجا توی میزم هست ولی عکسش هم براتون میذارم. و مردم اینجا باور دارن که رشته های این غذا نمادی از زندگی طولانیه. اینجا همیشه قبل از اینکه یه ایونتی شروع بشه یا تولد یا هر چیزی مردم دعا میکنن. البته این دفعه ویدیوشو براتون نگرفتم چون احساس کردم بی احترامی بشه، حالا شاید دفعه بعد اگه تونستم براتون ویدیو بگیرم. همیشه دعا میکنن برای شکرگزاری و اینکه همه چی خوبیش بره و کسی که تولد میگیره سال بهتری داشته باشه و آرزوهاش برآورده بشه. و اینکه این آداب و رسوم مسیحیاست چون اکثر فیلیپینیا مسیحیان، ولی مسلمونم داریم، اما من زیاد درباره آداب و رسوم مسلمانای فیلیپینی اطلاع ندارم. Ang wish na po kay Unta makapasal pa sa mga atong mga subject. Yun! Hi guys. تولدهای فیلیپینی بیشتر درباره شکرگزاری از یه سال جدید از زندگیه و همیشه یادتون باشه که حتی اگه نتونستید جشن آنچنانی بگیرین، مهم اینه که یه سال جدید داره به زندگیتون اضافه میشه و شما هنوز سالم و سلامت هستین و برای همین باید همیشه سپاسگزار باشین. اینم از ولاگ امروز، مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. امیدوارم یه چیز جدید بهتون یاد داده باشم و اینکه بدونید خیلی دوستتون دارم و توی ولاگ بعدی میبینمتون. خدافظ.